به نام خدا با عرض سلام خدمت کاربران وبسایت مکتب خونه در این جلسه دوستان میخوایم سرفصل های دوره فلاس رو مورد بررسی قرار بدیم میخوایم ببینیم که در این دوره چه مطالبی رو میخوایم یاد بگیریم در این دوره ما یک سری مطالب ابتدایی رو داریم که در فصل اول به طور کامل بهشون میپردازیم و توی اسکرین دارید مشاهده میکنید فصل اول مقدمه ای بر فرینورک هستش یعنی ما توضیحاتی در رابطه با فریم میدیم و ساختار کلیش رو مورد بررسی قرار میدیم در فصل دوم میخوایم با مطالب ابتدایی و اصلی در فریمورک فلاس آشنا بشیم مثل بحث روتینگ ها تمپلیت ها جینجا تمپلیت فیلتر ها و مباحث این چنین که مباحث بیس و پایه فریم فلاسک هستش در فصل سوم میخوایم به فرمها بپردازیم اگر شما به طور کامل HTML رو کار کرده باشید میدونید که ما در زبان HTML بحث فرمها رو داریم فرمها اصولاً اصولا برای این استفاده میشن در وبسایت ها تا بخوایم از کاربر اطلاعاتی رو دریافت بکنیم یعنی کارشون اینه دریافت اطلاعات از کاربر ما از فرم ها استفاده می کنیم برای اینکه بخوایم اطلاعات رو از کاربر دریافت بکنیم در فصل سوم به طور کامل به این موضوع می پردازیم و همچنین یاد میگیریم که چگونه فرم های خودمون رو اعتبار سنجی کنیم یعنی کاربر اطلاعات غلط وارد نکنه الگویی براش طراحی می کنیم که کاربر اطلاعات صحیح رو وارد کنه به این موضوع میگن اعتبار سنجی فرم ها که در فصل سه به طور کامل بهش میپردازیم در فصل چهار میخوایم به ارورها و سیشن ها بپردازیم اگر اتفاقی در برنامه رخ بده چگونه اون رو مدیریتش کنیم اگر اروری یا خطایی ایجاد بشه چگونه اون خطا رو رفع کنیم و اصطلاحا هندل کنیم در فصل چهار به این موضوع به طور کامل میپردازیم و یک بحث کاربردی با نام سیشن ها رو هم مورد بررسی قرار میدیم در فصل پنج دیگه میریم سراغ پروژه که قرار در این دوره طراحی کنیم پروژه وبسایت آموزشی تمامی مطالبی که در فصول قبلی گفته شده رو در فصل پنج مدام تکرار می کنیم و ازشون استفاده می کنیم برای تولید یک اپلیکیشن مفید که تحت زبان فریمورک فلاسک باشه و در انتها هم در فصل شیش به مباحث تکمیلی و کاربردی که در فریمورک فلاسک وجود داره میپردازیم مثل API و مباحثی که خیلی کاربردی در مورد فریمورک فلاسک هست این از مباحث دوره که قراره به طور کامل باشون آشنا بشیم و در این دوره آموزش بدیم همراه ما باشید با دوره آموزش فریمورک فلاسک